اول قرنتیان فصل ششم. هرگاه یکی از شما از برادر خود شکایتی داشته باشد، آیا جرأت می کند به عوض این که اجازه دهد ایمانداران موضوع را حل و فصل کند به داوران بی ایمان رجوع نماید؟ مگر نمی دانید که ایمانداران دنیا را داوری خواهند کرد؟ و اگر شما باید دنیا را داوری کنید، آیا لیاقت آن را ندارید که در مورد موضوعات کوچک داوری نمایید؟ آیا نمی دانید که ما درباره فرشتگان قضاوت خواهیم کرد؟ پس چقدر بیشتر درباره امور این زندگی؟ بنابراین اگر چنین موضوعات پیش می آید، آیا شما می خواهید آنها را برای حل و فصل نزد اشخاصی ببرید که در کلیسا هیچ اعتباری ندارند؟ من این را می گویم تا شما شرمنده شوید. آیا در میان شما یک نفر عاقل که بتواند اختلاف بین دو برادر را رفع کند وجود ندارد؟ آیا برادری بر ضد برادر دیگر به محکمه می رود؟ و آیا اجازه می دهید که بی ایمانان موضوع را دادرسی نمایند؟ در واقع شکایت کردن از یک دیگر نشانه ضعف و شکست شماست. آیا برای شما بهتر نیست که مظلوم واقع شوید؟ آیا بهتر نیست که فریب کسی را بخورید؟ ولی در عوض شما نسبت به دیگران ظلم می کنید و آنها را گول می زنید و حتی با برادران خود هم همین طور می کنید. مگر نمی دانید که مردمان نادرست در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت؟ خود را فریب ندهید. اشخاص شهوتران، بت‌پرستان، زناکاران، لواطگران، دزدان، طمع‌کاران، مستان، ناسزاگویان و تقلب‌کاران در پادشاهی خدا هیچ بهره‌ای نخواهند داشت و بعضی از شما چنان بودید. ولی اکنون از گناهان خود پاک شده اید و جزو مقدسین خدا گشته و به نام عیسی مسیح خداوند و روح خدای ما عادل شمرده شده اید. ممکن است کسی بگوید در انجام هر کاری آزاد هستم، اما هر کاری مفید نیست. آری، من در انجام هر کار آزادم، اما نمیگذارم که چیزی مرا بنده خود سازد. باز هم ممکن است کسی بگوید خوراک برای شکم و شکم برای خوراک است. آری، اما آخر خداوند هر دو را نابود خواهد ساخت. بدن انسان برای شهوترانی نامشروع ساخته نشده است، بلکه برای خداوند است و خداوند برای بدن است. و چنان که خدا عیسی خداوند را با قدرت خود پس از مرگ زنده گردانید، ما را نیز زنده خواهد گردانید. آیا نمی دانید که بدنهای شما اعضای بدن مسیح هستند؟ آیا شایسته است که عضو از بدن مسیح را بردارم و آن را عضو بدن یک فاحشه بسازم؟ هرگز نه. مگر نمی دانید مردی که با فاحشه بپیوندد با او یک تن می شود، زیرا نوشته شده است این دو یک تن واحد خواهند بود، اما هر که به خداوند بپیوندد روحاً با او یکی است. از شهوترانی بگریزید. هر گناه دیگری که انسان مرتکب می شود خارج از بدن است، اما هر که مرتکب گناهان جنسی می شود نسبت به بدن خود گناه می کند. آیا نمی دانید بدن شما خانه روح القدس است که خداوند به شما بخشیده است و در شما ساکن است؟ علاوه بر این شما دیگر صاحب بدن خود نیستید، زیرا با قیمت زیادی خریده شده اید. پس بدنهای خود را برای جلال خدا به کار ببرید.